بسیار غم انگیز است. بدین سبب که اکنون در چنین ایامی که باید آهنگ انقلاب ملی پرتنین و هرچه بیشتر پیروزی بخش باشد، در مجلس شورای ملی کشور شاهنشاهی ایران دولت گزارشی را مطرح می کند که تمامی مفاد مقدمه مبسوط آن حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می باشد. ولی نتیجه و روشی که در این مورد از سوی دولت به عنوان گزارش کار به مجلس شورای ملی ارائه شده است، جز تعارض آشکار با تمامیت ارضی ایران و جز نقض اصل حاکمیت ملی و نیز تعارض صریح با سخنان شاهنشاه و برخورد آشکار با اصول مقررات و قوانین میهن ما، چیزی دیگر نمی باشد. شما هم می دونید صحیح است آقای مهندس سرکار. تاریخ قضاوت خواهد کرد که صحیح است. جناب آقای وزیر خارجه، جناب عالی تکون به عنوان نماینده دولت در پیشگاه مجلس شورای ملی چنین گزارشی را ارائه نموده اید، بی گمان به مفاد و محتویات گزارش جنایت کرده اید. من و دیگر دوستان گروه پارلمانی پنیرانیز گزارش های وزارت خارجه را در این مورد و نیز کتاب جامعی را که اداره نهم سیاسیان وزارت خانه زیر عنوان بحرین از دوران هخامنشی تا زمان حال تنظیم نموده است به دقت بررسی کردیم. لابد جناب آقای مهندس حرف هم به دقت بررسی فرمید. جناب آقای وزیر خارجه، من اینجا درود میفرستم به روان پدر شما. او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در یک قسمتی از سرزمین ما بنشینه. او هم دوش بر رضا شاه بزرگ بود استان رو نجات داد. جناب آقای وزیر خارجه، اشک در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. نمی بایست شما این گزارش رو در مجلس مطرح می کردید. نمی بایست. این هاست لحظات غم‌انگیز. مستندات و دلایلی که در کتاب مزبور گردآوری شده است و آنچه که به طور اجمال در مقدمه مبسوط گزارش دولت بیان گردیده است و آن حد از استحکام، قاطعیت و صراحت حاکمیت و مالکیت شاهنشاهی ایران نسبت به جزایر بحرین می باشد که دیگر جای اندک تردیدی باقی نمی ماند. گزارشی بود که ملاحظه فرمودید نمایندگان محترم. چه دلایلی مستحکم تر از این؟ چه دلایلی قاطع تر از این؟ ما با اون ارمان شاهنشاه ایمان داریم که از هر گوشه این سرزمین با ناخون چنگ دندان باید دفاع کنیم. غم‌انگیزه. هیچ تاریخ این مملکت غمی اینقدر جانگاه ندیده، همه اینقدر سنگین احساس نکرده. بنابرای همین ملاحظات از کمواره ملت و دولت ایران بحرین را جزء لایتجزای ایران شناختند و بنابرای چنین ملاحظاتی بود که به موجب تصویب نامه دولت وقت بحرین استان 14 میهن ما اعلام گردید. و نیز بنابرای چنین ملاحظاتی است که در گزارش های وزارت خارجه تصریح گردیده است. این جمله است که در تمام گزارش ها و کتاب وزارت خارجه منعکسه. بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یکی از توابع استان فارس داره می شده تا به امروز همیشه جزء لایمفک شاهنشاهی ایران بوده است. این است. چه میگید آقای مهندس سرپرست؟ برابر یک ملت، یک تاریخ، یک نژاد چی میگید؟ آقای نخست وزیر به من گفتن انتحار سیاسی نکن. ولی این شهادت سیاسی است. تاریخ نشان خواهد داد.
که چی ها انتحار سیاسی به احساس چه این مسائلی است و در این لحظات رنجاور و غم‌انگیز و با احساس وظیفه که در پیشگاه شاهنشاه ایران شاهنشاه و نژاد ایرانی داریم در این مجلسی که دو ماه دو سال انگیز در پیشگاه همکاران گرامی هستیم از آنجا که به همون کیفیت که عرض کردم اقدامات دولت رو مطلقا منطبق با اصول مسجل حاکمیت ملی ایران نمیدانیم، منطبق با اصل سیاست مستقل ملی نمیدانیم، منطبق با توضیحات شاهنشاه رهبر ملت ایران در مصاحبه دهلی نو نمیدانیم. بنابراین به سبب این گونه اقدامات با به جان پاک و بیدار و با احساس رضایت باطن در برابر شاهنشاه و ملت ایران و مردم بحرین دولت رو به علت این سهل‌انگاری ها تعرض از نسبت به این اصول گروه پارلمانی پنیرانیست هر 5 تن نماینده پنیرانیست استیزا